آن عشق بود که از بلا برخیزد، عاشق نبود که از بلا پرهیزد. مردان کسی بود که در شیوه عشق، چون عشق به جان رسد ز جان بگریزد. اون میزان از شادی و لذتی که تو مبارزه کردن با چنین رژیم خوناشام و ضد بشری وجود داره ما در جای دیگه تجربه نکردیم. از نظر اون چه که به خواسته های یک انسان برمیگرده، خودم فکر میکنم که بالاترین زیبایی، بالاترین لذت و بالاترین عشقی که آدم میتونه داشته باشه اینه که در یک مسیر قدم گذاشته که سرنوشت و هدف روشنی رو داره دنبال میکنه. چه چیزی زیباتر از این که آدم در راه آزادی خلق قهرمان خودش زندگی بکنه. این مبارزه به قطع و قطعیت پیروز خواهد شد. مجاهد شهید علی فیضی شبگاهی، از فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی ایران، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون آموزش و پرورش و کمیسیون ورزش. تحصیلات کارشناس کارتوگرافی از دانشگاه تهران. شهید قهرمان علی فیضی به گفته همرزمانش صخره پرصلابت عشق و ایمان بود. از لحظه‌ای که در سنین جوانی گمشده اش را در راه و آرمان سازمان مجاهدین خلق ایران پیدا کرد، هر روز مصمم‌تر، شیداتر و شکرگزار لحظه فراموش ناشدنی وصل بود. خودم همیشه اون لحظه برام یه لحظه فراموش نشدنیه، یا اون احساسی که اون دوران برای انتخاب این مسیری که امروز توش هستم داشتم، هیچ وقت حتی لحظاتشو فراموش نمیکنم. الان سالیان زیادی میگذره از اون روز. شهید قهرمان علی فیضی که همرزمانش او را رشید صدا میزدند، از سال 1355 از طریق مجاهد شهید محمود ملک مرزبان در ارتباط با مجاهدین قرار گرفت و سال 1356 به طور تمام وقت در جنبش دانشجویی وابسته به مجاهدین یکی از سازمان دهندگان تظاهرات ها و حرکت های اعتراضی علیه دیکتاتوری سلطنتی بود. با شروع قیام مردم ایران و علنی شدن مجاهدین، رشید یکی از فرماندهانی شد که در قسمت‌های مختلف از جمله بخش دانشجویی، دانش آموزی و محلات در خطیرترین شرایط راه باز می‌کرد. او به درستی می‌دانست که در چه مسیری گام گذاشته است. ولی اون روزهای اول هم می‌دونستیم که این آرمان پایه‌هاش و زیر ساختاش رو فدا و صداقته. از اخبار شهدا، زندانیا، شکنجه هاش، فداش رو میفهمیدیم. مایه گذاری اعضای سازمان رو میشنیدیم. اعدام هاشون رو میشنیدیم. ولی از صداقتشون در مسیرشون زیاد برامون آشنا نبود اون دوران. و میدونستیم که خب
آدم های صادقی هستن در مسیر و انتخابی که کردن تا آخرش ایستادن و پایداری کردن و تا آخرین قطره خونشون پای آرمانشون ایستادن، مقاومت کردن. پایداری و ایستادگی و اینها رو همه رو میتونستیم بفهمیم، ولی صداقت رو تا وقتی که شما با اولین مجاهد مواجه میشید و آشنا میشید یا در معرض زندگی مجاهدین قرار میگیرید، بعد اونجاست که شروع میشه این قسمت از به اصطلاح ارزشان برای آدم مفهوم شدن و آدم احساس میکنه که به جایی پا گذاشته که هر روز علایقش و عواطفش و ایمانش نسبت به این آرمان بیشتر میشه. رشید قهرمان بعد از 30 خرداد 60 و آغاز جنگ علنی خمینی علیه مجاهدین مسئولیت‌های خطیری به عهده گرفت و توانست جان بسیاری از همرزمانش را از یورش پاسداران ارتجاع حفظ کند. او در سال 61 از کشور خارج شد و با مسئولیت پذیری بیشتر به یکی از فرماندهان لایق ارتش آزادی بخش ملی ایران تبدیل شد. ما توی معابر وصولی دشمن از اونجایی که جاده‌های خیلی زیادی تو قسمت شمالی منطقه عملیات از جمله مسئولیت‌های رشید مدیریت آموزش فرزندان مجاهدین بود که بیشتر آنها از جمله یاسر حاجیان و رحمان منانی از کسانی بودند که زمانی شاگردان رشید بودند. والا همونطور که خودتون می‌دونید شرایط مبارزه مسئولیت‌های متنوع و گوناگونی رو روی دوش تک تک ماها قرار می‌ده. من این افتخار رو داشتم که در طی سالیان گذشته بعضن تعدادی از این رزمندگانی که شما باشون صحبت میکردید شاید در سنین 2 الی 3 سالگی دوران آموزش زیر کودکستانشون حتی یا دوران کودکستان ابتدایی و بالاترشون رو طی مدت 6 الی 7 سال افتخار این رو داشتم که به فرزندان رزمندگان ارتش آزادی بخش خدمت بکنم. ستاره آی ستاره آی ستاره ستاره این فرد شور داره عموهای منم مثل تو هستن. ولی این کودکان در گذران ایام و در بطن مبارزه با حاکمیت آخوندی روزی به همسنگران رشید مبدل شدند. مادر رشید شما تو بازی‌های امروز شرکت نمی‌کنی؟ ما امروز 7 سنگ بودیم، جای شما خالی. یه دونه همسنگ ملی داشت 8 سنگ شده بود امروز. چند نفر اومدن؟ بگو 100 نفر. 101 نفر. مجاهدانی از نسل انقلاب مریم رهایی که در روز 10 شهریور 92 همدوش و همرزم معلمشان درس درخشان پایداری را در صفحات تاریخ مبارزات مردم ایران نگاشتند و اشرف و رسم ایستادگی تا به آخر را جاودانه ساختند. شهید قهرمان علی فیضی همچنین مدتی مسئولیت آموزش نیروهای جوانان به جان آمده ای را داشت
که از جهنم خمینی گریخته و برای مبارزه و سرنگونی این رژیم ضد بشری به ارتش آزادی بخش پیوسته بودند. والا کلمه خستگی شاید برای فرماندهانی که با اینا کار میکنه یک کلمه نامانوسی باشه. لذت بردن از کار با این بچه ها چیزی هستش که ما رو به امید این که صبح روز بعد رو زودتر شروع بکنیم و شب هرچه دیرتر تموم بشه تا بتونیم با این بچه ها کار و مسئولیتی رو که داریم پیش ببریم، شوقی رو و شوری رو در بین همه مسئولین و فرماندهان ایجاد کرده که فکر میکنم نیازی به توضیح بیشتر من نیست. رشید سردار مجاهدی بود که در همه صحنه ها سرزندگی و شادابیش زبان زده همرزمانش بود. در هر جمعی که او بود، صفا و صمیمیت میهمان آنها بود. سلام بر آزادی، درود در فلسطین. میشه بگی چه خبر اینجا؟ بابا وقت مجاهدین باز شده، سیزده به من دیگه چیه؟ رشید قهرمان خود از پیشگامان ورود به انقلاب مریم رهایی بود. او در این انقلاب به صلاحیت‌ها و ارزش‌های والای انسانی دست یافت و به مدارج مجاهدت و لیاقت‌هایش افزوده شد. رشید با نگرشی واقع‌بینانه و پویا نسبت به زندگی و ارزش‌های انسانی که خود در انقلاب مریم رهایی به آن دست یافته و از آنها عبور کرده بود، در پاسخ به این سوال که این انقلاب چگونه و چه مسئله‌ای را می‌تواند از رزمندگان در مسیر مبارزه با رژیم حل کند، گفته است: طبیعیه که زندگی که هر کدوم از ماها توش بودیم با خودش ارزش‌هایی رو به همراه داشته، ارزش‌هایی که تأثیر پذیرفته از همه مناسبات طبقاتی و همون مناسبات اجتماعی هستش که توش بزرگ شدیم. ولی یک چیزی در بین تمامی این طبقات و گرایشات و خواسته ها مشترک بود و اون زنجیری از اسارت در دنیای ایدئولوژی جنسیت به دست و بال تک تک مردان و زنانی هستش که در جوامع امروزی دارن زندگی میکنن، چیزی که هیچ انسانی نمیتونه خودش رو در درون اون ارزش ها آزاد و رها بدونه. وقتی که ما این موضوع رو به صورت ساده و به زبان ساده‌ای بتونیم بیان بکنیم، بتونیم تجربیات خودمون رو از زندگی گذشته خودمون و بعد از انقلاب خودمون برای این بچه‌ها توصیف بکنیم، طبیعیه که برای اینها یک دنیای جدید و راه جدید و نحوه فکر کردن و نگرش جدیدی به موضوع انسان، جامعه و طبقات و مبارزه باز میشه. و این همون زنجیر و اسارتی هستش که رژیم خمینی در طی این سالیان به دست و پای مردم ما انداخت و هیچ چیزی انگیزاننده‌تر و بالاتر از این نیست که به خاطر این هدف و به خاطر این آرمان هر کسی دست به سلاح ببره و با دشمنان مردم خودش بجنگه. شهید قهرمان رشید به یمن مبارزه مستمر ایدئولوژیک پیوسته شناخت خود را از ایدئولوژی ضد استثماری مجاهدین و کینه انقلابی خود را از خمینی و ایدئولوژی ننگین و ضد بشری آن عمق می بخشید. او کمتر از دو ماه قبل از شهادتش نوشت: امسال
با شناخت عمیق‌تر از دو دستگاه ایدئولوژیکی توحید، فهم جدیدتر و عمیق‌تری نسبت به تفاوت‌های اسلام انقلابی و مرزهای خونین آن با اسلام ارتجایی پیدا کردم که این شناخت انگیزه‌های نوین و عمیق‌تری را در من برای مبارزه با این رژیم سفاک و ضد بشری به وجود آورده است. این اشراف عمیق ایدئولوژیک از فرمانده رشید، سرداری با صلابت و استوار ساخته بود که حاصل آن را همگان در رزم یک ساله اخیر او در اشرف و به خصوص اوج خیره کننده آن در حماسه دهم شهریور دیدند. اشرف این ارسال نهاده به پیمان در تلاطم طوفان را و رسم ستیزش خون فشانید. باره دیگر آسمان وطن از خون تازه تندر زخم بال کبوتر ارغوانید. او چند روز قبل از اینکه به برادر شهیدش امیر فیضی از حماسه سازان عملیات فروغ جاویدان بپیوندد، در گفتگویی با سیمای آزادی گفته بود: چرا مجاهدین انقدر تأثیر گذارن؟ مجاهدین تأثیرشون به خاطر اینه که در نقطه مقابل این رژیم، هر جایی که اون سرکوب کرده، هر جایی که جنایت کرده، مجاهدین مرهم درد مردمشون بودن. مجاهدین پشتیبان و پشتوانه مردمشون بودن. 120 هزار مجاهد و مبارز خلق خون خودشون رو برای درمان این درد گذاشتن و ما بقیه هم همینطور منتظرن. هر جا که لازم باشه و هر میزان که لازم باشه. رشید مثل هر مجاهد دیگری زندگی را برای انسان عرصه‌ای می‌دانست که باید در آن مسئولیت‌های سنگین را به دوش بکشد. برای او هر انتخاب در زندگی یک مجاهد و انقلابی که به جانب مسیر آزادی خلق باشد بسیار ارزشمند بود. طبیعیه که امروز مردم ما به تک تک انرژی‌های ما نیاز دارن. هر کدوم از ما بشینیم فکر بکنیم ببینیم که این نیاز رو ما چجوری میتونیم تامین بکنیم و چجوری میتونیم حد اکثر انرژی خودمون رو در این راستا به کار بگیریم. اینها قدم‌های اولی هستش که هر کدوم از ما میتونیم بهش فکر بکنیم. ولی موضوعی که از به حال هر کدوم از ما به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک انقلابی، به عنوان یک مجاهد مسئولیت سنگینی رو در این دوره به دوش ما گذاشتن. بنابراین به اتکای همین سوالاتی که من گفتم فکر میکنم مسیر ساده‌ای مثل اون قطرات آبی که جمع میشه و یک شوری و یک نمنمی حرکت میکنه و یک رودخونه ای رو میسازه میتونه در افکار و در ضمیر ما منتهی بشه به همون دوراهی که خدمتتون گفتم، به دوراهی انتخاب، که بتونیم به سرعت به این مرحله برسیم و انتخاب خودمون رو بکنیم و در مسیر آزادی و رهایی خلق قهرمانمون قرار بگیریم. و سرانجام این فرمانده مجاهد با همه ارزش‌های والای انسانی خیش باز هم بر سر آخرین دوراهی انتخاب در حیات مبارزاتیش رزم و ایستادگی تا به آخر را برگزید و در اوج قلل رزم و حماسه نشست.